سلام به همراهان عزیز کانال تاریخ مشاهیر ایران، من مانا هستم و امروز میخواییم به مناسبت درگذشت شاعر بزرگ ایرانی هوشنگ ابتهاج و علت مرگ او با شما صحبت کنم، پس با من همراه باشید. امیر هوشنگ ابتهاج در روز یکشنبه 6 اسفند ماه سال 1306 در رشت متولد شد. پدرش آقا خان ابتهاج از مردان سرشناس رشت و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای این شهر بود. پدر بزرگ او یعنی ابراهیم ابتهاج الملک گرگانی و مادر بزرگش اهل رشت بود. پدر بزرگش مسئول گمرک بود و در زمان تسلط جنگلی ها بر جنگل توسط یکی از آنها یا به روایتی توسط یکی از کشاورزانش کشته شد. هوشنگ ابتهاج دوره تحصیلات دبستان را در رشت و دبیرستان را در تهران گذراند و در همین دوران اولین دفتر شعر خود را به نام نخستین نغمه ها منتشر کرد. برای اینکه ادامه ویدیو رو با هم گوش بدیم، زیر این ویدیو با زدن سابسکرایب عضو کانال ما بشید و زنگوله را فعال کنید تا ویدیوهای جدید ما رو از دست ندین. عاشق شدن هوشنگ ابتهاج. ابتهاج در جوانی دلباخته دختری ارمنی به نام گالیا شد که در رشت ساکن بود و این عشق دوران جوانی دستمایه اشعار عاشقانه ای شد که در آن ایام سروده شد. بعدها که ایران غرق خونریزی و جنگ و بحران شد، ابتهاج شعری به نام دیریست گالیا با اشاره به همان روابط عاشقانه اش در گیرودار مسائل سیاسی سرود. ابتهاج از سال 1350 تا 1356 شمسی سرپرست برنامه گلها در رادیو ایران و پایه‌گذار برنامه موسیقیای گلچین هفته بود. تعدادی از غزلها، تصنیفها و اشعار نیمایی او توسط موسیقیدانان ایرانی نظیر محمد رضا شجریان، علی رضا افتخاری، شهرام ناظری، حسین قوامی و محمد اصفهانی اجرا شده است. تصنیف خاطر انگیز تو ای پری کجایی و تصنیف سپیده ایران ای سرای امید از اشعار هوشنگ ابتهاج می باشد. هوشنگ ابتهاج بعد از حادثه میدان ژاله در تاریخ 17 شهریور سال 1357 به همراه محمد رضا لطفی، محمد رضا شجریان و حسین علیزاده به نشانه اعتراض از رادیو استعفا داد. ابتهاج مدتی به عنوان مدیر کل شرکت دولتی سیمان تهران به کار مشغول شد. منزل شخصی او که خود آن را ساخته و به اشتباه میگویند سازمانی بوده، در سال 1387 با نام خانه ارغوان به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده است. دلیل این نامگذاری وجود درخت ارغوان معروفی است که در خانه اوست و ابتهاج شعر معروف ارغوان خود را برای آن درخت گفته است. سایه تخلص این شاعر است و آثارش را خود با این نام منتشر می کرد. شاعر پرآوازه بر این باور بود که حروف کلمات سایه نرم و بدون ادعا هستند و در آن نوعی افسوس وجود دارد. در معنای این کلمه نوعی افتادگی خودنمایی می کند که حتی می تواند در برابر خشونت و وقاحت ایستادگی کند. اشعار هوشنگ ابتهاج دو وجه متفاوت دارند. نیمی از آنها مضامینی عاشقانه و احساساتی دارند و نیمی دیگر بدون قافیه و در قالب نوین موزون می باشند. فصاحت زبان و قوت بیان او در همه اشعارش دیده می شود و آثار او متجلی وقایع اجتماعی هستند. او همانند استاد خود حافظ همواره به موضوعهای اجتماعی اشاره‌های ظریفی می کرد. آثار هوشنگ ابتهاج. هوشنگ ابتهاج آثار مهم و متعددی را منتشر کرده که از نظر ادبی بسیار حائز اهمیت هستند. یکی از آثار مهم او تصحیح غزلهای حافظ است که با عنوان حافظ به سعی سایه در سال 1372 منتشر شد. این اثر حاصل سالها حافظ شناسی این شاعر فرهیخته است. نخستین نغمه ها جزء اولین آثار ابتهاج است که در سال 1325 منتشر شد. این اثر شامل اشعاری به شیوه کهن است که به غزلیات حافظ بسیار نزدیک است و غزلهایی با مضامین عاشقانه و لطیف را در بر می‌گیرد.
سراب اثر دیگری از این شاعر است که در سال 1330 منتشر شد که به شیوه جدید نگاشته شد و احساسات و عواطف فردی را به تصویر می کشد. ابتهاج سیاه مشق را که شامل درهای اواخر دهه 30 زندگیش بود در سال 1332 منتشر کرد و پس از آن در همان سال اثر شبگیر را که درباره مردم و اوضاع اجتماعی بود نوشت. کتاب گزیده اشعار هوشنگ ابتهاج مجموعی از اشعار این شاعر گرانقدر است که به شکل امروزی منتشر شده است. همچنین کتاب صوتی شعر زندگی از جمله دیگر آثار این غزل سرای ایرانی است. ازدواج هوشنگ ابتهاج. در سال 1337 هوشنگ ابتهاج با خانم آلمان مایکلیان ازدواج کرد و حاصل این ازدواج 4 فرزند به نامهای یلدا، کیوان، آسیا و کاوه می باشد. ویژگی های اشعار هوشنگ ابتهاج. عده‌ای از دوستداران اشعار هوشنگ او را در غزل سرایی بعد از حافظ بهترین غزل سرا می دانند. مزامیر گیرا و دلکش، تشبیهات و استعارات، زبان روان و موزون و خوش ترکیب از ویژگی‌های شعر اوست و نیز رنگ اجتماعی ظریف آن در یادواره شیوه دلپذیر حافظ است. از جمله غزل‌های برجسته اوست: دوزخ روح، شبیخون، خونبها، گریه لیلی، چشمی کنار پنجره انتظار و نقش دیگر از اشعار او می باشد. هوشنگ ابتهاج پس از مدتی تهران را به قصد آلمان ترک کرد. او در مصاحبه‌ای درباره علت مهاجرت خود اینطور می گوید: رفتن من اجباری بود. اول یکی از بچه هایم رفت آلمان، بعد زنم رفت که بچه ام تنها نباشد، بعد بچه های دیگرم رفتند. یک مدتی هم من ممنوع الخروج بودم. بالاخره من هم رفتم. البته مهاجرت نکردم. گاهی تهران هستم و در سال خوشبختانه چندین ماه ایران میمانم. من همه جا خودم هستم. همونطور در تهران زندگی میکنم، در آلمان هم همونطور زندگی میکنم. البته من خودم مهاجرت نکردم، ولی اگر چیزی زندگی شما را تهدید می کند و خطر مرگ برای شما به وجود می آورد، شما حق دارید که هر نقطه خطرناکی را ترک کنید تا در امان باشید. امروز چهارشنبه 19 مرداد سال 1401 هوشنگ ابتهاج برای همیشه از میان ما پرکشید. یلدا ابتهاج فرزند هوشنگ ابتهاج بامداد امروز چهارشنبه 19 مرداد ماه سال 1401 صفحه اینستاگرام خود از خبر درگذشت این شاعر نامدار ایرانی در سن 94 سالگی ما را با خبر کرد. علت فوت این شاعر بزرگ ایرانی بیماری ذکر شده. مدتی در بیمارستانی در آلمان بستری بود و پس از آن مرخص شد و در نهایت پس از تحمل یک دوره بیماری امروز درگذشت. روحش شاد. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و تو کامنت ها به همون بگید دوست دارید ویدیو بعدی راجع به کدوم یکی از مشاهیر کشورمون باشه. تو ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.